بینندگان عزیز، برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. دارالقرآن کریم شارجه با هدف ترویج حفظ میراث تمدنی و فرهنگی علوم قرآنی، نمایشگاهی از نسخ خطی کمیاب آیات را برپا کرد. در این نمایشگاه حدود 20 نسخه خطی کمیاب از قرآن کریم با قدمت بیش از 1000 سال که به قرن دوم و سوم هجری قمری می رسد به بازدید عموم قرار گرفته است. اخیراً ویدیویی از یک معلم در کهنوج منتشر شده که نشان می‌دهد این معلم با سیلی‌های شدید فک یک دانش آموز 6 ساله را شکست. این حادثه واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت و بسیاری از کاربران خواستار پیگیری قانونی شدند. اداره آموزش و پرورش کهنوج در اطلاعی تاکید کرد که هر گونه تنبیه بدنی در مدارس ممنوع است و موضوع در حال بررسی است. این اتفاق بار دیگر ضرورت نظارت بر رفتار معلمان و حفظ حقوق دانش آموزان را به تصویر می‌کشد. فقر شدید در استان غور افغانستان خانواده‌ها را مجبور کرده است که کودکان خردسال خود را به کارهای طاقت فرسا و اغلب تحت شرایط خطرناک بفرستند، زیرا مشکلات اقتصادی شدیدتر شده است. فقر شدید در این ایالت خصوصا در 3 سال گذشته و نیز عدم دریافت هیچ کمک بشردوستانه از دولت یا سازمان‌های بین‌المللی به این ایالت سبب شده تا والدین کودکان خود را در کارهای سخت یا تکدیگری هدایت کنند. مقامات انتخاباتی در کشمیر که تحت کنترل هند می باشد از مشارکت بالای تاریخی در انتخابات که این هفته به پایان رسید خبر داده و آن را به عنوان شاهدی بر دموکراسی در این منطقه دانستند. گفتنیست بیش از 69% از مردم جامو و کشمیر در دور سوم انتخابات پارلمانی رأی خود را به صندوق انداختند. شایان ذکر است در این منطقه 2 حزب ملی و دموکراتیک با یکدیگر رقابت می کنند. در حالی که رهبران اروپایی از سراسر طیف سیاسی خواستار تشدید قوانین پناهندگی در بحبوحه فشارهای سیاسی داخلی هستند، اما در مسئله حمایت از اوکراین اختلاف نظر دارند. حزب آزادی اتریش، حزب آلترناتیو برای آلمان و حزب فیدز مجارستان به رهبری ویکتور اوربان همگی مخالف کمک نظامی به کیف هستند و خواهان پایان دادن به تحریم‌ها بر مسکو هستند. با این حال، سایر احزاب راست افراطی اروپایی مانند حزب حاکم برادران ایتالیا به شدت طرفدار اوکراین هستند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در جریان نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره وضعیت لبنان نگرانی خود را از تشدید درگیری‌ها و وخامت اوضاع در این کشور ابراز داشت. گوترش در ادامه از همه طرف‌های درگیری خواست تا خویشتنداری کرده و متحد به توقف فوری تشدید تنش‌ها شوند. کارشناسان رشد کودک توصیه می‌کنند با هدف ارتقای سلامت روان کودک و جلوگیری از تأثیرات منفی بر رشد او، دادن گوشی هوشمند کودکان را تا سن 6 سالگی به تعویق بیندازید. مطالعات علمی نشان داده است که استفاده بیش از حد از تلفن‌های هوشمند در سنین پایین می‌تواند مانع رشد حرکتی و اجتماعی کودکان شود، به خصوص که کودکان در این سن حساس مهارت‌های خود را از طریق بازی و تعامل چهره به چهره توسعه می‌دهند. مطالعات اخیر نشان می‌دهد ظروف پلاستیکی سیاه رنگ که در آشپزخانه و برخی محصولات کودکان استفاده می‌شوند ممکن است حاوی مواد شیمیایی سمی باشند که به سلامتی آسیب می‌زند. کارشناسان توصیه می‌کنند به جای این ظروف از گزینه‌های ایمنتری مانند فلزات ضد زنگ یا شیشه استفاده کنید. این مواد سمی که به ویژه در محصولات الکترونیکی یافت می‌شوند در فرایند بازیافت به مواد دیگر نشت می‌کنند. به همین دلیل لازم است غذاهای آماده را بلافاصله از پلاستیک خارج کرده و در ظروف ایمن قرار دهید و از گرم کردن آنها در مایکروویو پرهیز کنید. کارشناسان مسلمان حوزه سلامت توصیه می‌کنند سلامت خانواده‌های مسلمان در اولویت است، پس با اتخاذ تدابیر ایمنی خطرات را کاهش دهید.